برمیگردید. گزارش یک سفیر چینی که به دربار مهرداد سفر کرده بود نشان می‌دهد که در حدود 8 سال پس از آغاز حکومت، حدود قلمرو مهرداد تا جیهون و آرال ادامه داشته است. وی همچنین موفق شد نواحی بابل و ایلام را که در پی یورش سکاها و حوادث مربوط به ماجرای هیندوز به شدت دچار ناآرامی شده بود آرام سازد. سپس بابل و خراسان را نیز به تصرفات اشکانی افزود. همچنین او موفق شد پس از یک نبرد موفقیت آمیز پسر پادشاه ارمنستان را به عنوان گروگان نزد خیش ببرد. افزون بر این برمیان رودان نیز تسلط یافت. مهرداد شاهان آدیابان و کرودوبان را نیز مطیع ساخت. وی همه تلاش های سلوکیان